در روز چهارشنبه هشتم شوال المکرم 1445 هزاران تن از عاشقان اهل بیت علیهم در مقابل سفارت کشور عربستان در منطقه, در منطقه سبز بغداد تجمع اعتراضی برگزار کردند با هم گزارش همکارم در این زمینه را ببینیم هزاران تن از مردم کشور عراق در روز چهارشنبه هشتم شوال سال جاری در اعتراض به تخریب قبور متحر ائمه بقی به دست وهابیان آل سعود در مقابل سفارت کشور عربستان در منطقه سبز بغداد تجمع کردند تجمع کنندگان که دست نوشته ها و پرشم را در رابطه با تخریب قبور متحر ائمه بقی علیه السلام در دست داشتند از شهرهای مختلف کشور عراق به ویژه کربلای معلا به همت موکب ولا و فدا و فت از هیئت‌های مذهبی وابسته به دفتر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا به بغداد آمده بودند. حاضران در این تجمع ضمن اعتراض به جنایت خاندان آل سعود در سال 1926 میلادی مبنی بر تخریب قبور متحر ائمه شیعه علیه مسلم که در قبرستان بقی مدفون هستند احیای کامل این مکان را وظیفه انسانی و شرعی دولت عربستان دانستند و خواستار بازسازی هرچه سریعتر قبور متحر ائمه بقی شدند گفتنی نیست. همه ساله مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی شرایط حضور هزاران تن از مردم مؤمن عراق در بغداد مقابل سفارت عربستان را فراهم می کنند و به این وسیله می کوشند تا گامی در جهت بازسازی بقی بردارند. در سال جاری نیز این مراسم که در مقابل سفارت عربستان در بغداد برپا شد توسط بخش های شبکه های مختلف مجموع رسانه ای امام حسین علیه السلام و رسانه های خبری کشور عراق نیز پوشش داده شد. همچنین علاوه بر تجمع مقابل سفارتخانه های عربستان سعودی در بغداد تجمع های اعتراضی توسط شیعیان عراق در محکومیت این اقدام شنیع آل سعود و درخواست احیا و بازسازی قبور ائمه اطهار در کربلا نجف اشرف بغداد کرکوک بابل واسط دیوانی مسنا زیغار میسان و بصره برپا شد